وقتی که مردم میخوان از اشخاص یا احزاب یا رژیم های شرور و شیطانی در تاریخ صحبت کنن چرا همیشه از نازی ها و فاشیست ها صحبت میشه و بیشتر اوقات حرفی از کمونیست به میان نمیاد و با این حجم وسیع بحران ها و فجایع انسان که کمونیسم موجب آنها شده چرا جنایات کمونیسم کمتر از جنایات نازیز مورد توجه قرار گرفته کمونیسم حدود 70 میلیون نفر را در چین قتل عام کرده بیش از 20 میلیون نفر را در اتحاد جماهیر شوروی کشته البته بدون در نظر گرفتن حدود 5 میلیون اوکراینی کشته شده همینطور یک نفر از هر سه نفر کامبوجی یعنی حدود یک سوم از جمعیت کامبوج در اون زمان توسط کمونیستها به قتل رسیدند همینطور آزار و شکنجه و کشتار تبتی ها مسلمان و مسلمانان اویغور مسیحیان و قتل عام و برداشت غیرقانونی اعضای بدن تمرین روش روش منوی فالونگونگ به دستور جیانگ زمین توسط حزب کمونیست چین تا امروز ادامه داره این واضحه که کمونیستا کل جمعیت یک کشور را به بردگی و اطاعت از خودشون وادار میکردند. در روسیه، ویتنام، چین، اروپای شرقی، کره شمالی، کوبا و قسمت زیادی از آسیای مرکزی آنها زندگی تقریبا یک میلیارد نفر رو خراب کردند. پس چرا جنایات کمونیستا به اندازه نازی ها مشهور نیست؟ دلیل شماره یک بیخبری گسترده از آمار جنایات واقعی کمونیستاست. به طور مثال در آمریکا در حالی که هر دو جناح راست و چپ از نازی ها نفرت دارند و در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه ها درباره تاریخ شرارت ها میز آنها صحبت و تدریس میشه ولی چپگراهای های آمریکا البته نه چپگراهای سنتی مثل هری رومن و جانف کندی منظور ما اونا نیستند بله چپگراها هرگز از کمونیست ها متنفر نبودند و تا زمانی که چپگراها بر دانشگاه ها تسلط داشتند تقریبا هیچکس درباره تاریخ شیطانی کمونیسم به دانشجوها تدریس نکرد دلیل شماره دو نازی ها مرتکب هولوکاست شدند زندانی کردن زنان و مردان و کودکان یهودی و فرستادن اونها به اردوگاه او های مرگ مسلما کار وحشتناکی بود ولی کمونیست ها چندین برابر بیشتر از نازی ها آدم کشتند ولی چون نوع جنایت هولوکاست در نوع خود بیشتر به چشم اومد مورد توجه بیشتری قرار گرفت و این کار باز نازی ها رو منفورتن جلوه میده دلیل شماره سه کمونیسم بر پایه تئوری های بظاهر زیبا و فریبنده بنا شده نازیزم اینطور نیست و بر پایه نظری های دوست داشتنی بنا نشده بیشتر روشن فکران و عموم مردم گول کلمات و تئوری های بظاهر زیبای کمونیسم می خورن. بدون اینکه به این نقطه توجه کنند که اعمال اونها کاملا متفاوت از کلمات گول زننده اونهاست و معمولا هر جا که کمونیستان مرتکب جنایات وحشتناک شدن روشن فکران کمونیسم به قصد سرپوش گذاشتن روی این کارها اینطور بیان میکنند که کمونیزم خوبه و این گروه که جنایت کرده از کمونیسم واقعی منحرف شده در صورت اینکه این ذات کمونیست که شرارت باره و به گروه و دسته خاصی محدود نمیشه و تا به حال به هر کجا و با هر نامی وارد شده صدمات جبران ناپذیر رو وارد کرده دلیل شماره چهار بعد از جنگ جهانی دوم آلمان ها به طور واضح چهره پلید نازیزم رو روح کردند مسئولیت کارهای اونها را پذیرفتند و تلاش کردند تا اونها را جبران کنند روزها بابت جنایاتی که لنین و استالین انجام داده بودند کاری که نکردن که هیچ حتی لنین به عنوان پدر کمونیسم شوروی هنوز در روسیه مورد تقدیر قرار میگیره و در مورد استالین دونالد ریفیلد استاد تاریخ روسیه در دانشگاه لنن اعلام کرده که خیلی از مردم روسیه هنوز جنایت و پیامدهای کارهای وحشتناک استالین رو باور ندارند و حتی چین هم از افشا کردن بزرگترین جنایت و کشتار جمعی و زندانی کردن مردم خودش توسط ماو زدانگ امتنا میکنه و جالب اینجاست که هنوز از ماو تقدیر میشه و روی هر اسکناس کشور چین تصویر ماو نقش بسته تا زمانی که روسیه چین، ویتنام، کوبا، کره شمالی شرارت هایی که کشورشون تحت سلطه کمونیسم انجام داده رو تشویق و گرامی می‌دارند، شرارت ها و پلیدی های کمونیسم کمتر از آلمان نازی تحت اوکرانی هیتلر جلوه میکنه دلیل شماره پنج کمونیست ها بیشتر اوقات مردم کشورهای تحت فرمان خودشون رو قتل عام میکردند از طرف دیگه نازی ها تعداد خیلی کمی از مردم آلمان رو کشتن از دیدگاه جهانی معمولا کشتن افرادی از گروه خودی کمتر به چشم میاد تا کشتن افراد خارجی برای مثال میلیون ها پوست و آفریقا همدیگه رو میکشند ولی این قضیه از نظر دیدگاه جهانی زیاد به چشم نمیاد دلیل شماره 6 از نظر لیبرال ها آخرین جنگ خوب جنگ جهانی دوم بر علیه آلمان نازی و ژاپن بود چپ ها هیچ وقت جنگ با کمونیسم رو در رده جنگ های خوب تلقی نمی کنن. برای مثال جنگ آمریکا بر علیه کمونیست های ویتنام غیر اخلاقی در نظر گرفته میشه همینطور جنگ بر علیه کمونیست های کره و پشتیبان های چینیشون به راحتی بی اساس قلمداد میشه تا زمانی که لیبرال‌ها و دانشگاه‌های وابسته به اونها به طور رسمی درباره چهره واقعی کمونیسم و جنایت‌های آنها لب به سخن باز نکنند، خیلی از مردم از فجایای این مکتب شرارت‌آمیز بیخبر خواهند بود. در ضمن تمامی افراد خوب و مردم خوشقلب به قربانیان کمونیسم مدیونند. مدیونند که آگاه بشن که چه بر سر این قربانیان اومده. چون چیزی که بدتر از کشته و زندانی شدن اینه که مردم به جهان و آیندگان از بلایی که بر سر این قربانیان اومده بیخبر باشند.